ما فرودگاه رفتیم ولی این لحظه ای که نومایی من اومد با بیشه همین وقت احتیاج به بیمارستان دکتر داشت. اونو منتقل کردن به بیمارستان ولی متاسفانه دکترها و حتی برادراش میدونستن و به من ایچی نگفتن که هما دیگه خوب نمیشه بچه. با این حال روزهای قشنگی برای من بود که دار اون توی بیمارستان خیلی دوست داشت دستاشو بگیرم ماساژ بود و من این کارو میکردم. از آن نمیخورد چون اشتها نداشت. من بهش گفتم آقا جون اگر تو این دو قاشق سوپی که من پختم بخوری من بیشتر دستاتو میمانم و گریه میکردم. گفت اگر گریه نکنی دو قاشق میخورم و هیچ وقت گریه نکن. و این سفارش دوم هما بود من که گریه نکنم. یکی در سن 5.5 سالگی که از ایران میرفت تو فرودگاه برن گفت گریه نکن بگی تو بیمارستان. من گریه نکردم، هنوز گریه نمی کنم. هما در بیمارستان بود تا شب تولدش. بچه ها براش گل گرفتن. اصلا یک از نواهای عزیزان که ازش ممنونم با دست گلی اومد و ما گفتیم هما جون ببین همه اومدن که بودن اینجا. و از دروغ که الان میگم هما منو ببخشید گفتم تا به تو فرودگاه رفتم بیارمش و چشماشو باز کرد دست من فشار داد گفت چقدر خوب ماما. شب تولدش که ما توی بیمارستان بودیم این حرفا رو زدیم شب بدیم. من دیگه حس کرده بودم اما باور نمیخواستم بکنم. به خونه اومدم هر روز بعد از ظهر من بیمارستان میرفتم تا شب. اون روز صبح زود به من زنگ زدم پسرم گفت بیا مامان یکی میتوستم تو بیا. گفتم این یه عرصی میام. گفتم حالا صبح هم همون اینجا هستیم تو هم بیا. وقتی رفتم همه رو جمع دیدم تو بیمارستان بچه ها نواه هم همه بودن بعضیاشون. رفتم بلوش نشستم بغلش کردم سرشو به سینم گذاشتم گفتم مامان جونم عزیز دلم میخوای برات لالایی بخونم؟ یکی از چشمیم راستشو یکی هم باز کرد که من فقط یه سپیدی کچولو دیدم براش لالایی خوندم و تا خوابید تو سینم. من فقط میخواستم یک ساعت رو بخواب همیشه خوابید بچم رفت. اما پلوی من همیشه پلوی شما روح شاد باشه. و من فکر کردم خودم رو جمع کردم گفتم من مادرم. مادرها خنیده ترین انسان ها اما ایستاده باید باشم و من ایستادم مثل حالا در مقابل شما. به همه تون تعظیم میکنم و آرزو میکنم امیدوارم که این دست های قشنگ و مهربون شما همیشه برای سپاس از نعمت ها، سلامتی ها، خوشی ها، لذت ها بالا بره. سلامت عزیز.